بچه دوستای خودتون رو لطفا دعوت بکنید هر جایی که هستن، حالا تا میان بالا بیاریدشون بالا. درود مادر عزیز، اگر ممکنه دوربینتون رو بچرخونید که بتونیم تصویر شما رو درست. سپاس. درود بر شما، درود بر مهداد، درود بر مهداد ها. من مادر مهداد مهدر هستم. بچه من ورزشکار بود، پرورش اندام میرفت باشگاه، داروخونه کار میکرد، به مردمش خدمت میکرد، نه آشوبگر بود نه. بچه من رفت شهریار از میهنش دفاع کنه، از مردمش دفاع کنه. دین بچه من انسانیت بود. درود بچه بهت من ظلم قبول نداشت. مادر عزیز، من بذار، من نمیخوام حرفاتم قطع کنم، میخوام همه حرفاتو بزنی، همه حرفاتو میخوام بشنوم. بذار از میخوام ازت یه چند تا سوال بپرسم. اولا اسمتونو میتونم بدونم؟ بله، من ایران الله یاری هستم، ایران. مادر احسان. ایران چقدر اسم قشنگی، ایران مادر سرزمینمون. و این ایران خانوم چند تا بچه داشتین شما؟ دو تا، یه مهداد داشتم یه دونه ماریان. مهداد و ماریان، چقدر اسمای قشنگی. بچه هاتون چه موقع به دنیا اومدن؟ میتونی به من سن سالشون رو بگی؟ بله، مهداد من سال 1366 7 آبان، ماریان من سال 1370 16 فروردین. 66 به دنیا آمد، یعنی 2 سال قبل از اینکه سید علی بشینه رو صندلی رهبری، ولی اون موقع رئیس جمهور. خب ببینم، کجا زندگی میکنین؟ شهریار فردوسیه. فردوسیه شهریار. و مهرداد روز 26 آبان، روز 26 آبان میره بیرون و میتونید به من بگید چه اتفاقی میفته؟ مهداد صبح خونه بود، شبش گفت مادر من فردا اگه شلوغ بشه میرم بیرون. گفتم مهداد جان چی بگم عزیزم، این همه آدم که رفتن، اونم مثل تو، اونم مثل من، اونم مادر دارن. صبح بلند شد دید شلوغ، زنگ زدم داداشم، با داداشم با هم بودن. گفتم مهداد چی شد؟ گفت الان من مغازم رو میبندم میرم دنبال مهداد میگردم، نمیدونم دیگه مهداد ما پیدا نکردیم، انقدر این ور اون ور. آخر یکی از آشناهامون اومد گفت شما برید یه بیمارستان رو سر بزنید. ما رفتیم بیمارستان سچا توی خیابون ولیعصر، معروف شهریار. اونجا تا رفتم پذیرش گفتم مهدادمو این فر اینجا آوردید، اصلا من فکرش نمیکردم بچم تیر بخوره کشته بشه. گفتم چرا زخمی شده؟ بین زخمی ها دنبال بچه هم بودم. و تا که این کامپیوترش رو روشن کرد سایتش اسم مهداد اون اینفر اومد بالا که فوت شده. من یعنی اونجا دیگه مردم. گفتم خانم تو اشتباه میکنی. گفت کارت آبرش پیشش بوده، ما از رو کارت آبرش اسمش رو زدیم، وگرنه خیلی بی‌هویت اینجا داریم. مهداد ما چند تا مهداد داریم، ولی این مهداد اون اینفر کارت آبرش پرستار داشته. نمیدونم، یکی میگه خود شده بوده بیمارستان رسوندن، یکی میگه نه زنده بوده. منو بردن پیش پرستارش، رفتم التماسش کردم، گفتم تو رو خدا تو فقط بگو مهداد من پرستارش تو بودی. گفت آره. گفت 36 تنش بود. گفتم باش رو گندمی بود. گفت به خدا اینقدر اینجا شلوغ بود، ولی یه پسر خوشگلی بود، کارت آبرش هم جیبش بود. دیگه چی بگم، دیدم واقعا نشونه های بچه‌م. هر چی گفتیم بذارید ما بریم بچه‌مون رو ببینیم، گفتن اینجا نیست، ما فرستادیم کهریزک. همه تیر خورده ها رو 15 نفرن اینجا، ما عمه رو فرستادیم کهریزک. ما تا 2 شب تو بیمارستان سجاد اسیر بودیم. بعدن گفتن نه، بیمارستان سجاد 2 به بعد اینا رو دادن کهریزک. دیگه روز بعدش هم ما صبح تا شب تو کهریزک بودیم. آخر غروب مهداد با یه کد
آشنا پیدا کردیم تو کهریزک، جنازش رو پیدا کردیم به ما دادن. مهداد منو تو خیابون رو، مهدادها رو پرپر کردن روز یک شنبه. اولا درود به شکیباییتون، درود به استقامتتون. از دست دادن تنها پسر آسون نیست، درد بزرگیه، اما اینکه وقتی دارید حرف میزنید از مهردادتون و مهردادها میگید، یاد همه مادرهای دیگه هم هستید. اینکه توی بیمارستان به شما میگن ما مهرداد زیاد داریم، خیلی ها رو تعیین هویت نمیتونیم بکنیم. تو شهریار یکی از بزرگترین جنایت ها توی این اعتراضات توسط رژیم صورت گرفت. بیشترین تعداد کشته ها رو شهریار و حالا توی شیراز هم همینطور، ولی شهریار و یکی دو نقطه دیگه توی اسلام شهر توی چاردونگه زیاد بودن و بازم بیشتر از هر جای اسم شهریار میومد بالا. بچه های آزادی خواه اتفاقا برای من خیلی خیلی جالب بود. مهرداد خب ما خودمون نمیدونستیم، از بچه هایی بود که دنبال میکرد کارهای قانون اساسی جدید رو دنبال میکرد که داشتیم ازش حرف میزدیم. دیدم روی صفحش، این صفحه اینستاگرام مهرداد موینفر، روی صفحش مصاحبه منو با تلویزیون من و تو گذاشته بود بالا، که همین مصاحبه اخیری که تازه انجام داده بودم درباره قانون اساسی جدید صحبت کرده بود. آره، کتاب رفیق آیت الله منو پست کرده بود و قانون اساسی پیشنهادی جدید یکی از پستایی بود که گذاشته بود بالا. یعنی مهرداد یه بچه متفکری بود که براش آینده کشور مهم بود، به دنبال قانون بود، آشوبگر نبود. وقتی میگفت قانون به کشور حاکم بشه، وقتی حرف از قانون اساسی داره میزنه، میگه بابا بذارید ما هم زندگیمونو بکنیم، بذارید توی این کشور. من میخوام کم حرف بزنم ایران عزیز، میخوام ازت بپرسم و ازت بشنوم بیشتر درباره مهرداد بگی. از پدر مهرداد میتونم بپرسم که نمیخواد شغلشو نمیخواد بگید بهم، میدونم البته صحبت کردم با یکی از دوستان مشترک، ولی وقتی مهرداد به دنیا اومد وضع زندگیتون چجوری بود؟ شما سرمایه‌دار هستین؟ نه، ما خیلی طبقه پایین طوری بود که میتونستیم اینو بخور نمیر بخور و نمیر. مهداد من اینجوری بزرگ کردم، ببینم یه نونه بخور و نمیر، یه منزل 48 متری 50 متری هم ندارم، ولی راضی بودم. مهدادم بود، ماریانم بود، پدرش بود. من چهار نفره، من عکسای بچه‌هاتون رو دیدم. مهداد یه پسر خیلی خوشتیپ، ورزشکار، دختر خانمتون یه دختر خیلی خوشگل، خیلی فهمیده، دو تا بچه دست گل رو توی تمام این شرایط با همه سختی ها و نداری ها و گرفتاری ها و بیپولی ها و، ولی صورت خودتون رو با سیلی سرخ نگه داشتید، بچه ها رو بزرگ کردید آبرومندانه، و بچه ها اینجور نباشن که لاوبالی باشن و آینده کشور براشون مهم نباشه. حقشونه که اگر توی کشورشون یه دفعه میبینن داره یک فشار سنگینی به همه مردم وارد میشه، مخصوصا به طبقه‌ای که طبقه پایین جامعه هن، به سختی دارن زندگی میکنن، پدر و مادرها از دهن خودشون دارن لقمه در میارن تو دهن بچه ها میذارن تو بزرگشون بکنن. اون روزای سختی رو که توی دهه 60 مخصوصا، خب همه ماها یادمون هست که همه چیز خوبنی بود، همه چیز گرون بود، نداری زیاد بود، و شما بچه ها رو توی اون شرایط اینقدر خوب بتونید تربیت بکنید، جلو بیارید. از اولین کلمه‌ای که مهرداد گفت یادتون هست چی کلمه‌ای گفت؟ بله، مادر.
مامان. اصلا به پدر باباش پدر میگفت، به من مادر میگفت. حالا یه خاطره از مهداد بگم براتون، همین لقمه یکی گفتید. یه روز پارسال بود رفتیم بیرون شهریار، این همبرگر گرفته بود، هر کاری کرد، گفتم مامان من خوردم، من خوردم، لقمه دستشو پاره کرد. گفتم مامان لقمه تو میدی به من؟ گفت مادر تو لقمه دهن تو میدی ما بخوریم، من لقمه دستمو ندم به شما. خیلی پسر با شعور با ادب قدر شناس. پدرش وقتی از سر کار میومد سر سفره بود، به خدا قسم اگه دروغ بگم بلند میشه سر با پدرش دست میداد. خیلی احترام قائل بود به خانوادهش، خیلی ما را دوست داشت، خیلی ارزش قائل بود به ما. مهدادم خیلی فهمیده بود. ببینم ایران عزیز، به من بگو ببینم، سخت‌تر بود اون لحظه ای که شنیدی پسرت کشته شد، یا اون وقتی که از توی تلویزیون دیدی رهبر کشور داره میگه اینا یه عده اوباش بودن، یه عده اشرار بودن؟ این خیلی سخته برای یه مادر. مادر بچه‌شو از دست بده، داغدار بشه، بعد بیان بگن اینا فحاشگر بودن، اینا آشوبگر بودن. از این سخت در این صداتونو در نیارید، خفه بشید. من گفتم من خفه نمیشم، من صدای مهداد و مهدادها میشم، من راه مهدادو میرم، هدف مهدادو ادامه میدم، من ساکت نمیشینم. آقای فخرآور، مهداد من نه آشوبگر بود، نه مهداد من فقط آزادی خواه بود. مهداد من نیتش فقط بود با کمک مردمش میرفت، میهن دوست بود. اصلا مهداد من آشوبگر، نه مهداد، نه مهدادها، نه میلاد، هیچ خودمشون. من برگه پزشکی قانونی مهداد رو دارم الان. توی برگه پزشکی قانونی که به شما تحویل دادن گفتن علت مرگ رو نوشتن اصابت جسم پرتابه‌ای پرشتاب به ناحیه قفسه سینه. نه اینا دروغ میگن. اجازه بدین من بهتون بگم معنی این چیه. من چون این حقوقی نوشتن، اصطلاح حقوقی نوشتن، من دانشکده حقوق رو گذروندم، میدونم چی دارن میگن. جسم پرتابه‌ای پرشتاب گلوله است و گلوله به ناحیه قفسه سینه برخورد کرده، دوچارگی ریه و قلب، یعنی مستقیما گلوله رو یک عده مزدور. مهداد اسلحه داشت؟ نه، بی دفاع بچم رفته بود. به یک پسر خوشتیپه، آزادی خواهه، مؤدبی که اومده توی خیابون میگه آقا چرا بنزینو گرون کردید؟ چرا به ما فشار میارید؟ من خانواده‌ام که توی یه خونه 48 متری داریم زندگی میکنیم، با بدبختی تا الان تونستیم فقط سیر نگه داریم خودمون رو، ما چطوری از این به بعد خودمون رو سیر نگه داریم؟ فقط اومد اعتراض کنه. جواب اعتراضش دستور حکم تیر دیکتاتور بود که مستقیم به قلبش شلیک بشه. یا ما موارد دیگر رو داریم، پویا رو، که مستقیم به مغزش شلیک میکنن. یعنی یک ادنه موضوع رو که میلاد رو داریم، هم پیش همون روز مهداد رو ما خاک سپاری کردیم، جلوتر از اون مهداد رو نمیدادن، میگفتن باید این خاک بشه، خانوادش بره تا مهداد. اونم زده بودن سرش، زده بودن پیشونیش. میلاد 26 ساله، اونم یه پسر بود. میلاد فامیلیش چیه؟ میدونید فامیلیشو؟ میلاد محققی. بر بچه های کنگری ملی اگر هستید میلاد محققی رو ببینید، اگر میتونید پیداش بکنید. من فکر میکنم ببین ایران عزیز، شما یکی از اولین مادرانی هستین که شجاعانه دارین میاین و واقعیت رو دارین فریاد میزنین، کاری که مادر ندا آقا سلطان کرد سال 88. شاید اون موقع هنوز برای همه مردم جا نیفتاده بود درجه بزرگ این جنایتی که انجام شده، اما
اما کشتاری که این بار صورت دادن اصلا توی تاریخ ایران یک همچین چیزی سابقه نداره. من نمیدونم تو جای دیگه دنیا هست یا نه. من فقط میدونم توی جنگ ایران و عراق به طور متوسط روزانه 60 تا 70 نفر میگفتن کشته شدن، اما اینکه ظرف دو روز بین 800 تا 3000 نفر رو الان دارن میگن که اینها قتل عام بکنن. ما عکسا رو نگاه میکنیم میبینیم ردیف همه پسرای خوشتیپ، دخترای خوشگل، بعد حاکمان کشور، آخوندای حاکم بر کشور میان میگن اینا یه عده اوباش بودن، اینا یه عده مزدور سرویس های جاسوسی خارجی بودن. ببینم هیچ وقت مهرداد با خارج از کشور اصلا تلفنی صحبت کرد؟ هیچ وقت اومده بود خارج از کشور؟ نه ایشون نیومده بود. خیلی ولی آرزو داشت بیاد، خیلی بچه‌ام دوست داشت، خیلی دوست. ولی هیچ وقت خارج از کشور که نرفته بود. من میدونم برای چی میگم، چون خود من وقتی ما رو میگرفتن 20 سال پیش توی زندان ها میچرخوندن، هی میگفتن شما جاسوس CIA هستید، موساد هستید، حتی یک بار تلفنی با بیرون کشور ما صحبت هم نکرده بودیم، اما همیشه این اتهامات رو میزدن. و حالا اینا بیان با بیشرمی یک همچین بچه های گلی رو به مغز و قلبشون شلیک بکنن و بعد بیان به خانواده هاشون بگن صداشو در نیارید. همین جوری که توی تمام این 40 سال کشتن و به خانواده ها گفتن، تهدیدشون کردن، گفتن صداش رو در نیارید. اما راستش من خیلی دوست دارم بدونم کدوم یکی از این مزدورا شهامتش رو داره که به یه مادر داغدار شجاع مثل ایرانی که الان داره صحبت میکنه با ایرانیان جرأت داره بیاد بهش چپ نگاه بکنه. و خوشحالم که شجاعانه اومدی وسط و میخوام که همین جور که شجاعانه هستید و دارید میگید همین جور ادامه بدید، بذارید شجاعت شما به مادران دیگه که عزیزانشون از دست دادن سرایت بکنه، بذارید همه اونها بیان، بذارید ما صدای هزاران مادری رو که عزیز از دست دادن بشنویم تا ببینیم کدوم یکی از اینا شرور تربیت کرده بودن، کدوم یکی از اینها اوباش و اشرار تربیت کرده بودن اینجور که حاکمان کشور دارن میگن. و خوشحالم که مردم شما رو دارن میبینن، این درجه از شکیبایی و ادب و احترام رو در شما دارن میبینن، این صبر رو دارن میبینن که فرزند از دست داده باشی. گذاشتن شما مراسم بگیرید، مراسم بزرگداشت برای پسرتون بگیرید؟ ولی چند تا مأمور گذاشته بودن، اعلامیه نذاشتن ما بزنیم، زدیم پاره کردن بنرش رو. داروخونه بچم کار میکرد تو اینجا همین فردوسیه، بنر زده بودن کوچه داروخونه، اونو آوردن پایین. یه عکس بزرگ تو خیابون، سر خیابون زده بودن، اونو آوردن پایین. عکس‌ها رو از پشت ماشین‌های بستگانمون برداشتن، گفتن تو شهریار تو خیابونا این عکس رو بردارید وگرنه ماشینتون رو میخوابونیم. این عکس ها رو برداشتن، این بنرهایی که پاره میکردن این بنرها بود درسته؟ بنرهایی که بله بله بنرهاش بعد دیگه بله بله همونا. الان بچم یه دونه اعلامیه هیچ جا نداره، نمیذارن، میگن نباید اعلامیه داشته. چند تا بنر پشت دیوار خودمونه فقط همین، ولی دیگه چی کار کنم؟ گفتن من چطوری بهتون تحویل دادن؟ میتونین برام بگین چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری تونستین بالاخره تحویلش بگیرین؟ ما اون روز که دوبار پدرشون و با فامیلامون با برادرام رفتن کهریزک صبح، چند نفر رو خونده بودن اسمشون، دیده بودن اسم بهشت تو اونا نیست، گفتن 8 نفر اونجا هست از بهشت رضوان فرستاده بودن، رفته بودن دیده بودن بین اونا نیست. اومدن آشناهامون رفتن یه کودی آوردن، گفتن با این کود برید، اگه مهداد با این کود اونجا پیدا نشه مهداد بازداشت شده. ما دیگه پدرش اینا دو تا سه تا ماشین شدن رفتن کریدن، وایسادم 50 نفر اسم جوون اونجا خوندن، مهداد شده بود 51 نفر که عکسش انداخته بودن، اومده بود تو کامپیوتر، شوهر خواهرم دیده بود و گفته بود آره این مهداد مایه، این مال ماست. دادن ولی تعهد گرفتن که اینو محل نبرید، اینو منزل نبرید، خیلی آروم ببرید امامزاده اونجا بی سر صدا
دفنش کنید. من خیلی دوست داشتم بچه‌م سالم از خونه رفت، گفتم بیاد خونه لاغر من چش برا نباشم که بچه‌م سالم رفته جنازش نیومده خونه، سالم نیومد خونه، لاغر جنازشو بیارید خونه. گفتم اجازه نمیدیم. شما خودتون دیدین، خودتون برای آخرین بار دیدین تونستین؟ بله بله، گذاشتن سر خونه امامزاده، گفتم میتونن مادر و خواهرشون بیان نزدیک ببینن. من رفتم این گردم به بالاشو، اونا مشما کرده بودن، خیلی دوست داشتم اون مشما رو باز کنم، من بچه‌م رو لمس کنم، همه جاشو بوس کردم، همه جاشو، لباشو، صورتشو، ابروهوشو، گفتم بمیرم برات مادر، این حقت نبود، تو باید خیلی مبارزه میکردی، خیلی باید میدیدی آزادی ایرانو، میدیدی آزادی ملتتو، میدیدی آزادی میهنتو، میدیدی. خیلی زود بود بچم اینجا بخوابی. آره سر به بالا خوابونده بودن اونجا، دیدم. بله خب امنیتی بودن دوگه، اطلاعاتی ها اونجا بودن، تو هم خانوم فرستاده بودن، تو خانوم ها هم آقا داشتن، یکیشون که با فامیلامون اصلا کلن درگیر شدن اونجا، بعد دیده بود خیلی بد میشه اینجا دارم، گفت نه من میگم یعنی جنازه رو اذیت نکنید. من خودم یکشو دیدم مردم همچین میریخ بیرون، میگفت دست نزنید، سر صدا نکنید. بله اینجوری خیلی سختگیری. بله خب اونجوری که میگن زیاد مثلا خیلی سختگیری کنن و نذارن ختم بگیرن و شعبونه ببرن، خیلی بیاره شعبونه بردن اینجا دفن کردن، دو تا مامور برده دفن کرد، اومده گفته مثلا پسرتون رو کجا بردیم، یا 200 میلیون پول میگرفتن یا 300 میلیون پول میگرفتن، اون تیری که زدن پول تیر رو میگیرن 100%. حالا مرداد من انقدر خوب بود، خودش نیتش خوب بود، حالا ما ندار بودیم، از خدا خدا از اون جایی که خدا با ما بود از ما هیچی نخواستن، هیچکی باور نمیکنه که از ما پول نگرفتن. یعنی مرداد ازدواج کرده بود؟ نه مهداد یک بارم برای مهدادم خواستگاری نرفتیم، خیلی میسوزم، میگم الهی بمیرم مادر برات، یه دستگور نگرفتیم برات خواستگاری بریم، آرزو به دل رفت بچم. همه پسرای خوب ایران همه... آقای پهلوانم مهدادم از طبقه پایین بودیم ما، میگفت مامان من خونم رو بخرم بعد ازدواج کنم، خیلی تلاش میکرد یه خود پول دار بشه خونهشو بخره بعد ازدواج کنه، ولی نشد. این تو این دور زمان با مشکلات ایران با گرونی میشد. همه پسرای خوب ایران پسرای شما هستن، ایران خانم و همینطوره همینطوره. ایران ما این روزها توی یک حال و هوای خیلی غریبیه، خیلی غریب، خیلی. نه هیچ کدوم از ما ایرانی های این در اقیانوسا شب و روز داریم، نه ایرانی های اون بره، ایرانی های داغدار درون سرزمینمون، هممون یه جورایی مغلبیم. ولی درود به شرفت، درود به شجاعتت. ببینم گفتی با دختر خانومت با هم رفته بودین آخرین بار پیکر مهدی رو ببینین، دختر خانومتون رو میتونم باش صحبت کنم چند لحظه؟ بله بفهمه. سلام، درود ماریان عزیز، درود بر شما. میتونم یه قولی بگیرم ازتون، هم از خودت هم از مادرتون هم از خانواده؟ بله بفرمایید. خیلی سخته این چیزی که دارم میپرسم، خیلی خیلی گستاخی بزرگیه، ولی شاید یه جورایی شاید یه ارتباطی با مهرداد برقراره، چون یه روزی خود من وقتی میجنگیدم رؤیام این بود که اگر وسط میدون مبارزه کشته شدم سیاه برام نپوشن. میدونم سخته، میدونم سخته، ولی مطمئنم مهرداد دوست نداره سیاه بپوشید. اصلا دوست نداشت. ما حتی الانم برای سرمای رنگی میگیریم میبریم سرمای. همون چیزی رو که دوست داشت بپوشین، همون جوری که دوست داشت شما رو ببینه اون جوری باشین. بذارید اگر دیکتاتورای مذهبی میخوان ما رو سیاه پوش کنن، عزادار کنن، خانواده ها رو عزادار کنن، بذارید این به دلشون بمونه. از از
از آخرین روز بگو، 26 آبان چی شد دقیقا؟ خبر داشتی از داداشت؟ بله، من خونه عمون بودم 26 آبان ساعت 12:30 بود. مهداد اومد دنبالم که منو ببره خونه، بعد منو رسون خونه، گفت من دارم میرم شهریار. منم گفتم منم ساعت 5:30 میام پیشت. گفتش که باشه. که من رفتم باشگاه، موقع برگشت داییم زنگ زد، گفتش که مهداد اومده خونه. گفتم دایی چیزی شده؟ گفت خبر ندارم، فقط میخوام ببینم اومده یا نه. که من زنگ زدم از دوستاش پرسیدم، گفتم گوشی رو بدید به مهداد. گفتم 2 ساعت ما مهداد رو گمش کردیم، یعنی ساعت 5 2 ساعت بود گمش کردیم. که ما با خانواده رفتیم شهریار دنبالش، انقدر گاز اشک‌آور و تیر زدن بهمون، اصلا نتونستیم جلوتر بریم. گارد حمله کرد که ما برگشتیم اومدیم خونه، که بعدش زنگ زدیم گفتن که داخل بیمارستان فوت کرد. بعد کجا دیدیمش بالاخره آخرین بار؟ آخرین بار تو همین امامزاده محله بود. گفتم فقط اونجا مادر و خواهرش اجازه دارن بیان ببینیمش، که ما فقط صورتش اونم داخل پلاستیک دیدیم. خیلی عجله‌ای، اصلا نمیذاشتن ماریان بهمونم گفته بودن حتی حق گریه کردن، داد زدن، جیغ زدن ندارید. که بستگانمون میگن وقتی من از حال رفتم، یکی از اون اطلاعاتی ها داد زده گفته چه خبره، جمعش کنید، این کارا چیه. حتی نمیخوایم نفرینشون بکنیم که سرشون بیاد، چون خیلی غم سنگینیه. ولی من این صفحه اینستاگرامت ماریان و توی صفحه اینستاگرامت یه چیز خیلی جالبی دیدم، یه عکسی رو گذاشتی از مهرداد. چه تاریخیه؟ تاریخش هست 29 اکتبر 2017 این رو گذاشته بودی، 2 سال پیش، که زیرش نوشتی من از کل دنیا یه برادر دارم، در واقع هم برادرمه هم خواهرمه هم بهترین دوستمه هم عشقمه. اون برام همه چیزه، همراه روزای سخت و آسون از بچگی تا همیشه. زادروزت مبارک مهربان مهردادم. مهرداد همه کسام بود، به جز مهرداد هیچکی پشت من نبود، هیچکی. همیشه درکم میکرد، همیشه پشتم بود، مثل یه کوه. اینقدری که مهرداد منو دوست داشت باورتون نمیشه، مادرم منو دوست داشت، همه کسم رو ازم گرفت. ماریان پسری اینقدر عاشق، اینقدر مهربون، اینقدر خانواده دوست، اینقدر خوب، اینقدر مؤدب، اینقدر نجیب، میتونست اشرار باشه؟ به هیچ عنوان. ببینم، از ایران پرسیدم، از مادرت، از خودت بپرسم، وقتی توی تلویزیون مسئولین کشور، مسئولین، من نمیدونم مثلا این کلمه دیگه مفهومی داره یا نه، مسئولین کشور اومدن و اعلام میکردن که اینا یه عده اشرار بودن، مزدور بودن، جنایتکار بودن، چه حسی به دست؟ خیلی آتیش گرفتیم هممون، خیلی آتیش گرفتیم، چون این جوونا هیچ کدومشون اینجوری نبودن، همشون فقط واسه آزادی وطنشون رفتن، فقط یه خورده آزادی میخواستن، یه خورده راحتی میخواستن، خسته شده بودن. چرا داداش من که 32 سالشه نباید زن بگیره؟ فقط یه خورده تو زندگیش راحتی میخواست. تو داروخونه کار میکرد، بیمارایی که میمدن پول نداشتن دارو بگیرن، اونا رو میدید دیوونه میشد. واسه مردمش رفت مهدادم، مهدادم بیدفاع بود، نمیدونم چی جوری دلشون اومد بزننش.
خیلی کم پیش بیاد من حرفی برای گفتن نداشته باشم، ولی این همه شجاعت، این همه خوبی، ما شنیده بودیم، شنیده بودیم چه بچه های خوبی توی این قیام حماسی رفتن. واقعا نمیدونستم اینقدر خوب، چقدر خوشحالم، چقدر برای من، برای همه ماها، برای همه، برای بچه های کنگره ملی ایرانیان، برای همه مبارزین راه آزادی چقدر افتخاره که خانواده شما رو بشناسیم. چقدر برای ایران افتخار خواهد بود که بشناسن، بدونن مبارزین راه آزادی از چه جنسی هستن، خانواده هاشون از چه جنسی هستن، بدونن این خانواده ها نه دزدن، نه معتادن، نه قاچاقچیان، نه اراذل و اوباشن، که اتفاقا دقیقا فریاد اعتراض علیه همین جنس افراد رو داشتن سر می دادن، که اتفاقا دزدان و جنایتکاران و قاچاقچیان و اشرار بر کشور حاکم شدن و مردم نجیب و فهمیده و مهربان و شجاع و هوشمند ما رو اینجوری هی هر روز بیشتر و بیشتر بهشون فشار وارد بکنن و آخرش هم جوابشون رو با گلوله بدن، بعدش هم بشینن از صدا و سیمای سراسری رژیم سخنرانی کنن، آروغ بزنن بعد از خوردن خاویار صبحانه خودشون و جلوی دوربین قلب هزاران مادر رو، خواهر رو به آتیش بکشن که اشرار بودن، کشتیمشون. شرم بهشون، شرم بهشون. ولی بدونید، بدونید خانواده موینفر، مهرداد موینفر، ماریان موینفر، ایران و محمود موینفر، همه تون ایران الله یاری، شما الان بخشی از تاریخ ارزشمند ایران ما هستید و همین الان که داریم با هم حرف میزنیم من دارم حس میکنم که مهرداد اونجا کنارتونه و با چشمای اشکبار داره بهتون نگاه میکنه و خوشحاله، و خوشحاله که تونسته توی مسیر آزادی ایران، نمیدونید چه سهم و نقش این بچه ها تونستن داشته باشن. آسون نبود، 40 سال تلاش کردیم فریاد بزنیم به خود مردم داخل ایران، به دنیا بگیم چه بلایی سر ایران ما اومده، نمیشیندن. اما مهردادها، پویاها، میلادها و این هزاران جوانی که توی قیام حماسی آبان 98، دی 96 مستقیما مورد هدف گلوله دیکتاتور قرار گرفتن، اینا به دنیا نشون دادن، نشون دادن به دنیا که مردم ایران ارزش و لیاقت حاکمانی بسیار بهتر از این رو دارن. درود به شرفتون، صداتون رو پایین نیارید، هیچ کس هیچ غلطی علیه شما ها نمیتونه بکنه، مادر و خواهر داغداری هستین که حالا شما سوال دارین. اگر مهرداد سوال داشت چرا توی ایران ثروتمند ما مردم فقیرن، حالا شما سوال دارید چرا عزیزترین ما، همه کس ما، فقط چون سوال داشت با گلوله به قلبش زدید. هیچ کس نمیتونه شما رو بازجویی بکنه به خاطر این، و مطمئن باشید اون کسانی که شلیک کردن به این بچه ها هیچ کدومشون روزگار خوشی ندارن، هیچ کدومشون سر نمیتونن روی بالش بذارن آروم. میخوام پیام هر دوتون رو بشنوم دفعه بعدی که فقط هم من میخوام که راه مهرداد رو ادامه بدن واسه آزادی ایران، هر کاری که میتونن بکنن، ساکت نشینن. این که ساکت نشستن خیلی ما داریم آتیش میدیم، که این همه جوون رفتن الان انگار نه انگار هیچ خبری نیست، خون مهداد و مهدادها زمین نمونه.
مطمئن باشید که زمین نمونه. ایران عزیز و ماریان عزیز، مطمئن باشید که مردم صدای شما رو دارن میشنون. مطمئن باشید خون مهردادها روی زمین نمیمونه، هدر نمیره، تردید نکنید درش. مطمئن باشید توی تمام خونه ها این روزها دارن درباره این بچه ها صحبت میکنن. مطمئن باشید دیکتاتور شاید بتونه برای چند لحظه مردم رو بترسونه، اما ممکن نیست بتونه با تمام سپاه تا بن دندان مسلحشم حریف یک آه دل آریان ایران، ایران عزیز و ماریان عزیز باشه. حریف یک آه دل شماها نمیشه، اصلا توش تردید نکنید. و مطمئن باشید که همه ایران دوستتون دارن، همه ایران و حالا دیگه همه دنیا که دارن میبینن چه اتفاقی افتاد، همه پیگیر کارتون خواهند بود. ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد بیرون انجام میدیم که مطمئن باشیم از همه جور حفاظتی در برابر چنگالهای دیکتاتور شما برخوردار خواهید بود و هیچ کس صدای شما رو نمیتونه ببنده. از این به بعد خانواده‌ای هستید قهرمان، هم مهرداد قهرمانی خودش رو توی خیابون جلوی گلوله نشون داد، هم شما شجاعت حد اکثری خودتون رو نشون دادید که توی این خفقانی که بعد از این همه کشتار ایجاد کردن و همه خانواده ها رو به سکوت کشوندن، تک و توک خانواده هایی هستن که انقدر تونستن شجاعانه از مرز ترس عبور بکنن که بیان پیام عزیزان خودشون رو به گوش همه دنیا برسونن. درود به شرفتون، درود به شجاعتتون و امیدوارم، من به شخصه لحظه شماری میکنم توی ایران از آزاد ببینمتون. و ایران عزیز من رو پسر خودت بدون، ماریان عزیز من رو برادر خودت بدون و مطمئن باش صدها هزار و میلیون ها پسر ایرانی، مرد ایرانی میخوان این افتخار رو داشته باشن که عضو خانواده شما باشن، خانواده مهمفر. میخوان پسر ایران باشن، میخوان برادر ماریان باشن و میخوام هیچ وقت احساس تنهایی نکنید و مطمئن باشیم که مهرداد هم از دیدن همه اتفاقاتی که داره میفته خوشحال هست و میتونه ببینه که خون گرمش چطور حالا یخهای دیکتاتوری مذهبی رو ذوب خواهد کرد. آخرین پیامتون رو بگید و امیدوارم فرصت دیگه هم پیش بیاد من بتونم دائم باهاتون صحبت بکنم، از آخرین وضعیتتون با خبر بشین. مطمئنن ما وضعیتتون رو منعکس میکنیم به سازمانهای بین‌المللی که اونها هم مستقیم پیگیر قضیه بشن. مهرداد به عقیده من بهترین مثاله که ما داستان مهرداد رو، حماسه مهرداد رو دفعه بعدی که پیامتون رو به خاطر داشته باشید الان میخوام بگید، دفعه بعدی که حسن روحانی توی جلسه هیئت دولت نشست تا عشق بریزه برای 1400 سال پیش که امام حسین از کدوم ور صورتش روی زمین افتاد، که دست عباس چگونه قطع شد، که علی اصغر چه شد، که علی اکبر چه شد، که چگونه با گلوله زدن به حنجره نمیدونم. اون روز میخوام همه مردم ایران هر کجایی که یک همچین ملاهایی رو میبینن بالای منبر، حالا تو جلسه هیئت دولت، توی بیت رهبری یا هر کجای دیگه‌ای میخوان مصیبت کربلا بخونن، پس گردنشون بزنن و داستان و حماسه مهرداد رو تو صورتشون بکوبن که به 1400 سال پیش نگاه نکنید، قهرمانان امروز ما رو ببینید که چطور جوابشون رو با گلوله دادید. پیام آخرتون رو میشنوم. ایران عزیز، من مهدادم زنده بود، باعث افتخارم بود، الانم رفته، باعث افتخارمه، بهش افتخار میکنم.
درود بشه. چون بچم زنده بود داروخونه دست خیلی ها رو گرفته بود. میگفت مادر، یه خانم اومد بچه بغل 1000 تومن آورده بود، میگفت شیر خوش بده. میگه مادر، برداشتم شیر خوش دوتا دادم، گفتم ببر حالا اینو بده بچت بخوره. خیلی ها، خیلی ها واقعا بهش افتخار میکنم، واقعا به مهداد ها افتخار میکنم. مهدادم باعث افتخار من و خانوادشه، نمیتونم دیگه غیر از این چیز دیگه. درود به شرف و شجاعتتون. ماریان عزیز، فقط همین دیگه، نذارید خونه مهدادا پایمال بشه. نه واسه هدفشون رفتن جلو، واسه آزادیشون رفتن جلو. همینو میتونم بگم، برای مردمشون، برای میهنشون. آفرین، آفرین به شما. فقط فراموش نکنید به من قول دادید مشکی نپوشید، اشک نریزید. زیباترین خاطرات مهرداد رو همیشه یادتون باشه، برای همه تعریف بکنید. خاطرات همه مهربونی هاش رو، همه خوبی هاش رو. و ما ایرانی ها باید فرهنگی رو که به ما تحمیل کردند، فرهنگ عزاداری رو، فرهنگ زار زدن رو، این فرهنگ رو باید کنار بذاریم و برای عزیزانمون با زیباترین خاطراتشون زندگی بکنیم و بدونیم که همیشه هم برای ما افتخارن، هم برای همه اونهایی که میشناسنشون، که حالا مهرداد دیگه یک قهرمان ملی برای همه ایرانیان هست. درود بهتون و مرسی از این که وقتتون رو گذاشتید که بیایید با همه ایرانی ها صحبت بکنید. همیشه کنارتون هستیم و حالا بیشتر با همدیگه صحبت خواهیم کرد و امیدوارم صدای شما رو از رسانه های مختلف هم بشنوم. به امید آزادی ایران. خدمت پدر مهرداد هم خیلی سلام برسونید. امیدوارم در روز آزادی یکی از اولین کسایی باشین که میبینمتون و ایران عزیز دستت رو میبوسم برای تربیت یک همچین پسری. پاینده ایران. پاینده ایران. نمیدونم دیگه چیزی برای گفتن موند. این همه شجاعت، این همه خوبی، این همه شرف، این همه میهن پرستی، مگر به ما سالیان سال رژیم القا نمی‌کرد که جوانهای ما همه معتادن، همه نابود شدن، مردم ما همه بیخیالن، مردم ما همه ترسوان؟ اگر یک بار دیگه شنیدید جایی سایبری ها و غیر سایبری های رژیم غرغر کنان اومدن که مردم ایران خیلی ترسوان، مردم ایران لیاقتشون همینا هن، محکم تو دهنشون بکوبید. حماسه مهرداد رو به خاطرشون بیارید، صحبتهای مادر و خواهر داغ دیدش رو به خاطرشون بیارید که امروز هر چی گفتن افتخار بود به پسرشون، به برادرشون که در راه آزادی سرزمین همه چیزش رو داد رفت. مادری که در آرزوی دیدن پسرش در لباس دامادی مونده، اما میگه افتخار میکنه که پسرش برای آزادی سرزمینش جونش رو فدا کرده. این خیلی چیز بزرگیه، خیلی سنگینه. اون باری که روی دوش این مادر و خواهر هست، روی دوش مادران و خواهران بسیاری که عزیزترین هاشون رو توی این هفته ها از دست دادن. برای آخوندهای حاکم بر ایران دیگه ارزش و لیاقت این ندارن که حتی اولتیماتوم هم بهشون بدیم. مردم میدونن چه کنن باهاشون. حالا بیشتر در این مورد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
که چطور انتقام تک تک خونهای ریخته شده رو خواهیم گرفت. اما میخوام به سلبریتی های اون کشور فقط میخوام ازتون بخوام، حالا هنرمند حکومتی هستید یا هنرمند مردمی، اگر شهامت و شجاعت دفاع از این بچه ها رو ندارید، از این خانواده ها رو ندارید، خفه خون بگیرید، جیگرشون خون نکنید. دیدم که این ورانور بعضیاتون می نویسید اینها رو شرور قلم داد میکنین. اگر شجاعت ندارید ازشون دفاع بکنید، اگر شجاعت ندارید مشعلی رو که این بچه ها روشن کردن به قلبشون به مغزشون گلوله شلیک شد، مشعلشون روی زمین افتاده، اگر شهامت این رو ندارید سلبریتی ها که این مشعل رو بردارید و اون راهی رو که اینها میرفتن برید، راه آزادی سرزمینمون رو، دهنتون رو ببندید. اما ای کاش شهامت داشتید و میتونستید پشوا که صدای این عزیزان باشید. امیر عباس فخرآور هستم، سیاوش. از صمیم قلب میگم افتخاریه که در کنار دوستان، همکاران، اعضای خانواده بزرگ کنگره ملی ایرانیان بخشی از بار این مبارزه رو بتونیم به دوش بگیریم. افتخاریه برای ما. مهرداد معینفر از بچه های فعال کنگره ملی ایرانیان بود که حتی باور کنید ما نمیشناختیمش. برای آرمان کنگره فعالیت میکرد. آرمان کنگره خیلی روشن اتفاقا. قانون اساسی. یک قانون اساسی پیشنهادی که میگه در ایران آیندهمون قانون حاکم باشه، مثل امروز هرج و مرج نباشه، که نیروی انتظامی لباس ضد شورش خودش رو تحویل بسیجی ها بده، بگه برید بزنید بچه های مردم رو بکشید. مهرداد و خیلی از شاید صدها قهرمان دیگه‌ای که تو این روزها کشته شدن پای این آرمان اومدن جلو. روی صفحه اینستاگرام خودش ویدیوهای مختلف از قانون اساسی کنگره ملی ایرانیان رو پست میکرد. مهرداد با علاقه دنبال میکرد. مهرداد مصاحبه ای رو که همین شاید اینقدر همه چیز سریع گذشته، شاید 20 روز نشده از پخش مصاحبه من توی تلویزیون من تو، که مهرداد دیدم یه بخشی از اون مصاحبه رو گذاشت بالا، روی صفحه اینستاگرام خودش گذاشته بود و توی اون مصاحبه داشتم میگفتم که مردم ایران وقتی پوریا از من سوال کرد گفت آینده رو چی میبینی؟ گفتم شاید به همین زودی ها مردم ایران دنیا رو دوباره غافلگیر بکنن، و گفتم که چقدر جوانهای ایرانی بارها و بارها تونستن دنیا رو غافلگیر بکنن. ولی خود مهرداد وقتی داشت این ویدیو رو حتی پست میکرد تو صفحه اینستاگرامش، شاید فکر نمیکرد یکی از پرچمداران حماسه‌ساز در قیامی باشه که چند روز بعد از پست کردن همین مصاحبه قرار اتفاق بیفته. آخرین پستی که مهرداد گذاشت 15 نوامبر، روزیه که کشته میشه، از اعتراضات
سیر جان پستی رو بالا میذاره. قبل از اون از مشهد بالا میذاره که مردم به خیابون ها ریختن. قبل از اون خبری رو درباره گرون شدن بنزین داریم میبینیم، میذاره بالا. از صفحه کنگره ملی ایرانیان این رو گذاشته بود بالا. مهرداد یک آزادی خواه، یک طرفدار قانون، شرور نبود. سید علی قاتل، شرور توی. همه عزیزانی که همراه هستید، برامون یه سری ویدیو بفرستید، به سید علی قاتل یادآوری بکنید که شرور کیه. میتونم ازتون خواهش کنم توی ویدیوهاتون این جمله رو تکرار کنید. صورتهای خودتون رو اگر داخل کشور هستید بپوشونید، بخشی از صورتتون رو نذارید شناساییتون بکنن. اگه بیرون هستید خودتون رو نشون بدید شجاعانه. از مادر و خواهر مهرداد شرم کنید. توی ویدیوهاتون میخوام این جمله رو بگید که سید علی قاتل، شرور توی، من ایرانم. یزدان پاک می‌سپارم.